در حالی که با نزدیک شدن سال 2014 و خروج نیروهای محاربه‌ای بین‌المللی از افغانستان نگرانی‌های میان مردم ایجاد شده است، وزارت داخله از روی دست گرفتن پلان‌های امنیتی سخن می‌زند. مسئولان این وزارت به روز دوشنبه در یک نشست خبری در کابل گفتند که تأمین امنیت سرحدات، انتخابات سال آینده و تکمیل پروسه انتقال مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان جزء این برنامه‌ها می‌باشند. صدیق صدیقی، سخنگوی این وزارت، در حاشیه این نشست خبری به رادیو آزادی گفت که ورود مخالفان مسلح دولت از طریق سرحدات هنوز هم برای نیروهای امنیتی کشور یک تهدید محسوب می شود. راتونکی کال کې د انتخاباتو مسله انتخابات برنامه یو مهم او ډېر اساسي هدف دی او دوهم د لیک پروسه باید بشپړ شي دی باندې سخت کار کړو او په دې شکل نشته چې زموږ تمرکز به ډېر دی تر څو په راتلونکي کال کې مخالفینو ته اجازه ورکړو تر څو د سرحد نه تیر شي او افغانستان زموږ په ټول تمرکز د سرحدي پولیسو تشویه او هغوی د ظرفیتونو د پروتوکولو دپاره به ډېر کار کړو ظرفیتونه به لوړ شي او انشاءالله هغه کسان چې وغواړي امنیتو کې چې افغانستان ته راشي په جنګ کې هغوی به مخامنه ورسي دا زموږ اساسي هدف دی په نوي کال کې په دې باندې کار کړو. قرار است تا پایان سال 2014 میلادی نیروهای محاربه‌ای بین‌المللی از افغانستان خارج شوند و مسئولیت‌های امنیتی به گونه کامل به نیروهای امنیتی افغان سپرده شود. وزارت داخله افغانستان می‌گوید که در سال روان میلادی در بخش آموزش و ظرفیت سازی نیروهای امنیتی افغان کارهای زیاده صورت گرفته و شمار از این نیروها برای فراگیری آموزش‌های بیشتر نظامی به یک تعداد از کشورها نیز فرستاده شدند.